برای مثال نهایی بخش سوراخکاری ما قرار های این قطعه رو با همدیگه برنامهش رو بنویسیم در این نوبه از برنامه ما میخوایم با استفاده از محور x و محور c برنامه این ها رو بنویسیم وقتی از این دو محور استفاده میکنیم محور x ما میشه فاصله مرکز سوراخ تا مرکز قطعه مثلا هر کدوم از این دایره های مرکز داره و هر کدوم یک فاصله تا مرکز قطعه داره مثلا فاصله این دایره تا مرکز پنج پنج شوهایی که ضربه دو میشه میشه قطع حالا این که محور x مون شد محور سی اون چیه ما باید یه راستا برای محور c مشخص بکنیم این اینو ما c سف در نظر میگیریم حالا هر کدوم از این دایره ها یه اختلاف زاویه نسبت به این داره مثلا این احتمالا باید 90 باشه پس x ما شد فاصله نسبت به مرکز قطعه c ما شد فاصله زاویه ای نسبت به این خط فرضی که ما c صفر در نظر گرفتیم ما کدای ابتدایی رو نوشتیم من یه خورده بزرگترش کنم اما الان که نگاهش میکنم ناقصه یه سری چیزهای دیگه هم باید اضافه کنیم یکی اینکه g و g 99 ما مشخص نکردیم اینجا اون ابتدا که داره پروفیل تراشو می... انجام میده ما G99 داریم اینجا اسمیدل چون متوقف شده دیگه فیدو نمیتونه بر حسب اسپیندل حساب بکنه پس ما اینجا بعده بعد t یک یه yeah, G98 هم اضافه میکنیم یعنی از حالت G99 تراشکاری وارد G98 فرستاری میشیم اسپیندل هم که دادیم دیگه کدی مورد نیاز نیست خب ما بعد از فراخونی ابزار الان مثلا T0101 و وقتی فراخونی کردیم هیچ اتفاقی نمیده فقط تارت میچرخ حالا ابزار هر جایی باشه تارت میچرخه میاد توی شماره یک قرار میگیره ما ابتدا که محور سیمون رو بریم تو سفر. بعد از محور C X رو میاریم G صف X صف خب میتونیم اول اینجا جی صف X صف بدیم بیاد تو مرکز بعد یه G1 X 5 اونجا بود چون شایی زبر دو میشه ده اینجوری میتونیم بدیم ولی چیز اضافه يه. همونطوری از همونجا G صف x 10 میاریم تو اون مختصاتی که میخوایم سوراخاری بکنیم x آوردیم توی موقعیت محور سیرم بردیم میمونه محور z یه g z 20 میدیم با سرعت بیا تا زد 20 G1 زد 1 f هزار الان ما دقیقا بخوام نشونتون بدم ما اینجا از این ور اومدیم سی چرخید اومد تو سی 0 بعد X اومد تو x ده با سرعت رفیم تو زد 20 بعد آروم اومدیم تو زد 1 دقیقا ما الان تو این نقطه هستیم یعنی یک میل از این سوراخه فاصله داریم الان شرایط اون محیاس واسه نوشتن سایکل سوراخ سه محور داریم محور سی اومد محور X هم اومد محور Z هم اومد اینجا ما دستگی یه G83 میل داریم تا چه زدی میخواستیم بریم زده من های دو چند تا سوراخ داریم چهار تا 360 تقسیم بره 4 میشه 90 طبق زاویه 90 درجه از هم هستن یه آر کم قرار میدیم کیومون هم مثلا یه میل یه میل بار برداره فیدمون هم یه سه این چهار تا سوراخ واسه ما میزنه بعد از پایانش هم یه جی هشتاد میدیم یعنی پایان سایکل سوراخکاری کاری بعد از این هم جی سف بستگی به اینجا بستگی به سیفتی و موقعیت چینش ابزارها در تارتون داره من ترجیح میدم اول زد مثلا ببرم تو زد صد بعد ایکس و جی سف x مثلا باز دوباره صد دیگه یه جوری ببرین که اونور نره بخوره به بالای دست و از اینورم نره بخوره به ته یه که چیزی بسته دیگه یه فاصله اوکی بود خب این چهار تا سوراخ ابتدایی رو ما انجام دادیم اینجا وقتی که سوراخ انجام شد و ما میخوایم بریم سوراخ دیگه رو بزنیم دیگه به این ابزار یک نیاز نداریم پس مسلما اینجا ما یه تی دیگه رو فراخوانی میکنیم ولی چون ابزار لایو داره میچرخه تارت نمیتونه ابزار عوض کنه ما بعد از این یه ام 25 قرار میدیم که این ابزار لایو خاموش بشه و وقتی میخوایم ابزار بعدی رو فراخوانی کنیم دیگه ارور نده بعد از هر مرحله در برنامهتون یه پرانتز باز کنید یه ستاره چیز قرار بدید که بخش های مختلف برنامه رو از هم جدا اینجا هم میتونید یه پرانتز باز کنید خب میدونید که دیگه توی پرانتز هر چی بنویسید رو یه پرانتز باز کنید مثلا بنویسید دریل مثلا میگم قطر پنج خب میریم سراغ ادامه یه کار این چهار تا سوراخ زدیم سوراخ های بعدی این دو تا سوراخ بغل من اون رو نرمال تو کنم همونطور که میبینید این سوراخ اگه این صفحه این راستای سی سفر ما باشه این سوراخ دقیقا یکیشون توی نوده یکی دیگهشون توی دویست و هفتاده نمیدونم این چرا های باز میشه یکی توی نوده یکی هم توی دویست و خب سوراخ بغل هم هست یک فاصله پنج میلی از کف داره قطرش هم که مهم نیست و پنج میل هم عمق سوراخ میریم واسه نوشتنش دوباره یک شماره ابزار همین کپی میکنم دیگه این پنج نیاز نداریم ابتداش رو نیاز داریم سر این قطر چهار دیدین قطر چه جی نمیداش اسپیندل سی رو وردیم توی موقعیت ولی خب اینجا سی صفر ماست ما اولین سوراخمون درسته اینجا سی صفر بود چیزی ننوشیم ولی اینجا سی صفر نیست ما اول سی رو میبریم توی رفرنس همون سی صفرش بعد یه جی صفر میبریم به مختصات اولین سوراخ جی سف سیه اولین سراخ C, اولین 90 فرق نمیکنه 90 بدی یا دیویس و بدی یا اگه 90 بدی این اچه میشه 180 اگه 270 بدی این چه میشه منهای 180 البته فکر کنم با همون 180 هم اوکی باش یعنی 270 میدی اول سوراخ این وری میزنه 180 میدی از این ور این سوراخ میزنه منفی 180 بدی از این ور میزنه یعنی اوکی در هر صورت سی رو بردیم توی مختصات اولین سوراخمون محله بعدی x رو میبریم میریم نگاه میکنیم اون قطر اینجای کارمون چنده قطرش 20 جی سف. x 22 دو. یعنی قطره اون بخش کارون 20 ما دو می رفتیم باراترش خب 30 رو بردیم تو موقعیت x هم بردیم بعدی z g0 z 10 g1 z منهای 5 f 1000 c اوکی شد x اوکی شد z هم اوکی شد الان نوبت سایکل سوراخ کاریه سایکل سوراخ کاریه رو g 87 هست G هشتاد اینجا دیگه Z نمی نویسیم X می نویسیم اونقدر سراخ همون 5 بود قطری حتابش بکنیم میشه 10 قطر شفتمون این قطر اینجا قطرمون من میگم شفت 20 این 5 تا میخواد بره پایین دیگه یعنی تا X 10 باید بره X 10 کا تعداد سوراخ اینجا دو تا سوراخ داریم H اختلاف زاویه نسبت ام هم کیمونم همون هزار اف مونم 300. خب سوراخ اینجا با جی 80 زاکل سوراخکاری تموم میشه. اینجا بهتر اول جی 0 ایکس 100 ایکس رو ببریم تو 100 بعد جی 0 زد 100. زد هم یعنی X میره بالا بعد زد میره عقب. دوباره اینجا چون می‌خوایم بریم واسه سوراخ بعدی یه ام 25 قرار می‌دیم و سوراخ‌های بغل رو هم ماشین کاری کردیم. اینا کپی میکنم میذارم واسه خوشگلی کار سوراخ بعدی این سوراخ هستش به چند تا پارامتر نیاز داریم برای انجام عملیات سوراخ کاری این یک زاویه نسبت به سی صف و فاصله نسبت به مرکز محور X این قطعه هم که دیگه مهم نیست قطر مته در میاره یه چل داریم یه چارده اونیم سوراخ کف هست من دقیقا همینو کپی میکنم اینجا حتی این هم سفت و سفت میشه چون این ابزار یکی اون اینجاست این ابزار دومونه این هم ابزار سمونه جی نمدهش اسپیندل سیمون رفته توی رفرنس بعدی چون ما اولین سراخمون توی سیه چهل درجه است اینجا سی میره توی موقعیت اولین سوراخ ایکس مون میشه میشه چهارده از فاصله قطری یعنی 14 اونیم میشه 29 توی x 29 زدمون دیگه 5 تا رفته این 10 تا است اینم 5 نمیخواد بره ما دیگه جی سف میام تو زده چون x 29 هستیم دیگه جی سف میام تو زده من های مثلا 5 بعد جی یک میریم تو زده من های 9 یعنی تصور کنید ما از بغل که نگاش بکنیم جی میاد تو زده این از اینجا تا اینجا ده جیسف میاد تا زده من های پنج بعد جی یک میره تو زده منهای های حالا از اینجا میخواد سوراخ کاری کنه زد انتهایی ما یه ده اونجا داریم پنج تا اونجاست میشه پون تا پونزم میخواد بره مثلا دیگه اینجا نیاز به کا نداریم نیاز به اچ نداریم نیاز به آر هم حتی نداریم نیازش نداریم. چون یه دونه سوراخ پاک میکنیم اینجا میتونیم یه پی هزار هم بدیم یک ثانی مکس بکنه بین هر پاسش ساکل کاری اینجا تموم شده جیسف میره عقب ایکس میره والا یه M25 که اسمی دلمون دوباره یکی از اینا رو کپی میکنیم اینجا پیست میکنیم که مرز بین هم هر سوراخمون مشخص باشه سوراخ آخر این سوراخ اینجاست که رابه داره یک فاصله 7 میلی از اینجا داره 10 تا اینجا 7 میلی اینجا توی سی هم اگه اشتباه نکنم باد بشه آره دقیقا اینجاست سی سف قطر قطر اینجا هم شسته ما اینو میخوایم اونو نیاز نداریم چهل چون سوراخ رو هست من اینو کپی میکنم اینجا پیستش احتمال هم میشه نقطه ای که اینجا داره قطر این محلی که ما الان میخوایم عملیات سوراخ روش انجام بدیم چهل پیدا کردن ابزاری که بتونه قطر چهل رو یک باره سوراخ کنه خیلی سخته و اگرم پیدا کنید زیاد عمر اون ابزار زیاد نیست در این روشی که من کام استفاده کنم بسته به اهمیت اون کیفیت سوراختون من پیشنهاد میدم همچین سوراخهایی رو از دو طرف بزنید یعنی اگه چله 20 میلیشو از بالا بزنید 20 میلیشو از پایین بزنید اگه هم سوراخ حساس و دقیق هست که دیگه نمیشه از این استفاده کنیم چون بالاخره اون وسط مسطا یه خورده بی کیفیت میشه بخواد سوراخ را به در کنیم ما اینجا ابزار لایو روشن شده سی رفه توی رفرنس اینجا دیگه نیاز به این نداریم چون سوراخمون دقیقا توی سی سفر ماست ایکس مون میره تو چهل و دو چون قطع شفت مون چهله ایکس مون میره به ایکس چهل و دو زد این میبریم تا زد منهای پنج چون دیگه رو ده میل اون پله اول ماست زد منهای پنج بعد از اینجا زد منهای 17. دقیقا ما الان توی موقعیت سی x و z مون قرار گرفتیم نوبت ساکل کاری. چون راه به دره قطمون 40 ما تا x میریم دیگه تا مرکز میریم دو تا سوراخ دقیقا اختلافش هم دقیقا 180 کیمون هم هزاره فیدمون هم اینه 80 اینجا g بعد از کاری میره بالا زدش میاد بیرون یه ام 25 هم میدیم که ابزار لایفمون خاموشه. دقیقا اینجای برنامهش مشابه اون سوراخ این دوتا سوراخ بود البته ما فراموش کردیم این دوتا چنفر رو بزنیم یه چنفر این وره چنفر اون وره دوتا چنفر دقیقا تو همون موقعیت سوراخ بغل واسه این نوشتن اون هم کاری نداره همین برنامه مربوط به این اولین سوراخ این دومی سوراخ اینو کپی میکنیم همون زیرش دقیقا همونو پس میکنیم فقط شما رو ابزارش رو عوض کنیم دیگه 06 تمامه تمام تمام عددش یکیه چون دقیقا همون سوراخ تو همون موقعیت میزنه با این تفاوت که دیگه اون قسمت از قطعه ما که 20 ما دیگه نیاز نداریم تا ده بریم چون میخوام یه پخ بزنه دیگه ما تا مثلا 18 میریم یه پخ یه میلی واسه ما بزنه بعد این کیو رو هم پنج هزار میکنم که توی یه پاس بیاد چند فر بزنه نخواد چن... تو چندین بار پخ و واسه ما بزنه تمام مراحل مربوط به سوراخکار این قطه کار و این مثال رو هم با هم انجام دادیم خب ما یه بار دیگه با هم دیگه برنامه رو مرور میکنیم اگر ایراد چیزی داشت با هم دیگه برطرف میکنیم از اول اینا که با هم دیگه نوشتیم اوکی جی 98 شناس Z K H R Q F S G 80 ببینید اینجا G 98 داریم پس F مون باید یک صدم و دو و یک دوم اینا نباد باشه باید مثلا صد باشه دویست باشه این F S رو باید همه F 100 بکنیم چون G 98 داریم اگه از G 99 استفاده میکردیم این سه درست ولی وقتی داریم از G 98 استفاده میکنیم باید F 100 بدیم 200 بدیم خب ادامش این سوراخ کف که درسته بعدش G 87 X K ببینید اینجا باز R ننوشتیم ما اینجا یه R یک هم باید قرار بدیم سوراخ بعدی G 98 F 100 G 83 Z Q P یه دونه است اوکیه سراخ بعدی دینادا شف جی هشتاد هفت ایکس کا دوباره اینجا آر ننوشتیم آر یک و اتمام برنامه به نظرم دیگه ایرادی نداره برنامه رو با برنامه که ما نوشتیم مقایسه کنید و ایراداتتون رو اصلاح کنید